هدف امنیت ملی کشتن احمد سعیدی نبود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: هدف امنیت ملی کشتن احمد سعیدی نبود. بر بنیاد گزارش واصله، مفرزه های ترور وابسته به ارگ مأموریت داشتند که احمد سعیدی را تنها شد بدهند تا سخنرانی های داغ علیه تیم ارگ را کنار بگذارد. آهنگ گفتار سعیدی در محفل ارگ توهین آمیز و سخت انگیزنده تلقی شده و تصمیم بر گوشمالی ترسناک وی گرفته شده بود. در گزارش آمده است که انتقادات پرخاشگرانه سعیدی ظرف روزهای اخیر افزایش یافته بود. ارگ به امنیت هدایت داد که او را به شیوه طالبانی تهدید کرده و چند گلوله به موترش زدند و هدفشان ترور سعیدی نبود و تا این دم حذف فیزیکی وی در دستور کار قرار داده نشده است. صرف خواست ارگ این است که برود به یک کشور دیگر و ذهنیت افکار عمومی را با تحلیل هایش در مقابل دولت از این بیشتر براشفته نسازد. همزمان با نگرانی ها و افزایش قتل های هدفمند و فرار برخی خبرنگاران به خارج از کشور، نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از مسئولان می خواهد که به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران به ویژه قتل های هدفمند اخیر به طور جدی رسیدگی کند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، روز پنجشنبه 25 جدی در نشست در کابل گفت که خشونت علیه خبرنگاران 10% افزایش یافته است. و گفته او میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 میلادی 130 مورد بوده است، در حالی که در جریان سال 2019 میلادی 115 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود. قتل، جراحت، بازداشت موقت، ضرب و شتم، تحقیر، توهین و تهدید از قضایای ثبت شده علیه خبرنگاران است. آقای خلوتگر با اشاره به قتل‌های هدفمند خبرنگاران طی 3 ماه اخیر گفت که در سال 2020 11 خبرنگار کشته و بیش از 20 خبرنگار دیگر زخمی شدند. همچنان 33 خبرنگار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خشونت‌های فیزیکی و بازداشت‌های موقت و سلب موقت آزادی و اختطاف نیز از دیگر موارد خشونت بر خبرنگاران بوده است. آقای خلوتگر حملات هدفمند به جامعه خبرنگاری و فعالان مدنی را نگران کننده خواند. او با اشاره به قتل یماسیاوش، ملاله میوند و الیاس دایی گفت که حکومت فقط به این افراد هشدار داده بود که در معرض خطر هستند، در صورتی که حکومت نباید فقط به این هشدارها اکتفا کند. با باور آقای خلوتگر، کار حکومت و کار گروه های تروریستی یکی است. حکومت هشدار می دهد که دیگران شما را می کشند و طالبان هشدار می دهند که ما شما را می کشیم. تفاوت میان این دو در چیست؟ رئیس اجرایی نهاد نی گفت که کار حکومت تأمین امنیت خبرنگاران و نهادهای خدمات عام است و نباید در این راستا کوتاهی کند. او میگوید که حکومت از سوی افراد مسلح غیر مسئول می نالد. 10,000 خبرنگار در کشور وجود دارد. اگر تمامی آنها برای حفظ جانشان سلاح بردارند، چه کسی وضعیت را کنترل خواهد کرد؟ او تأکید کرد که وظیفه خبرنگار برداشتن سلاح نه، بلکه بیدار کردن مردم است. خلوتگر با انتقاد از عملکرد حکومت در بررسی پرونده های خشونت به ویژه قتل های هدفمندی که اخیراً اتفاق افتاده است
گفت که به شماری از این پرونده ها در حد پر کردن یک فرم توجه شده و در بسیاری از موارد حتی پیش از روشن شدن عاملان قضیه با توجه به وضعیت موجود آن را به طالبان ارجاع دادند. او به طور مشخص در مورد پرونده قتل الیاس دایی گفت که کسانی که به این قتل ها اعتراف کردند واقعی نبوده و این گونه اعترافات غیر واقعی دردی را دوا نمی کند. با باور آقای خلوتگر حکومت نسبت به رسیدگی به این قضایا کوتاهی می کند. او علاوه کرده که حکومت باید قناعت مردم را در این زمینه به دست آورد و کار روی این پرونده ها را به گونه جدی آغاز کند. مجیب خلوتگر گفت که وضعیت جاری در کشور به اندازه به نگرانی ها دامن زده است که سبب فرار برخی خبرنگاران از کشور شده است. به گفته او فضای ترسی که به میان آمده موجب خود سانسوری خبرنگاران و صد بزرگی در برابر آزادی بیان شده است. او تاکید کرد که نهادهای عدلی و قضایی باید به جامعه رسانه‌ای این اطمینان را بدهند که جلوی این قتل‌های هدفمند را گرفته و راهنمود امنیتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا آنها بر اساس پالیسی‌های خود در حفظ جان خود تلاش کنند. خلوتگر گفت رئیس جمهور و اشخاص نهادهای امنیتی و رئیس جمهور اطمینان بدهند که جلو قتل‌های هدفمند را می‌گیرند. این وظیفه بر رئیس جمهور اندرابی و سراج برمی‌گردد. این اطمینان را به جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران بدهند که امنیتشان را تأمین می‌کنند. در همین حال وزارت امور داخله در اعلامیه از تدابیر امنیتی برای خبرنگاران خبر داده و گفته است که این وزارت مکلف است امنیت همه شهروندان را تأمین کند. در اعلامیه تصریح شده است که تأمین امنیت خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی با توجه به نگرانیشان در اولویت ارگان‌های امنیتی قرار دارد. وزارت داخله افزوده است که به منظور حمایت و حفاظت از جان خبرنگاران یک سلسله اقدامات در هماهنگی با ارگان‌های دیگر امنیتی از قبل گرفته شده و پیش از این نیز به تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت گرفته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.